رايان جان، سلام رایان، آن میت کن خودتو. رایان، رایان، بله بله صدام آه میاد اوکی، الان درسته. بله بله آمد آمد، خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، من نه داشتم میشنیدم، خیلی جالب بود. من دوست داشتم حتی ایشون بیشتر صحبت کنه، چون همه خیلی کنجکاوم بدونن که حرفای درستی که میزنه چی هست. آقای البته من نمیگم همه حرفاش غلطه، نه، راجب همین زبانی که گفت من اتفاقا معتقدم که آره زبان خیلی تاثیر قوی داره برای اینکه کشور یک پارچه نگه داشته باشه. کاملا درسته، همینی که الان ما میتونیم کاملا با همه ایرانی ها اینجا صحبت کنیم، اونایی که از خوزستان هستن و اونایی که از ترکمن صحرا هستن یا از آذربایجان، به خاطر اینی که همه زبان فارسی رو بلدن. الان من با شما صحبت میکنم به خاطر زبان فارسی که در ایران هستش. این خوبه، حتی ما باید فکر کنیم که چطوری میشه به جای زبانهای محلی زبان انگلیسی تو ایران بیشتر و بیشتر تدریس بشه که همه بلد باشن. یعنی هر کسی که تحصیلات دانشگاهی داره به عنوان مثال زبان انگلیسی رو بلد باشه که بتونه صحبت کنه با دیگران و بتونه یه متن انگلیسی رو بخونه. من راجبه یه مسئله دیگه هم که ایشون گفت و ایرانی ها خیلی علاقه دارن به این مسئله، خیلی علاقه دارن که این امپراتوریشون رو تجدید کنن، یعنی اینکه بخوان بیان یه جای پای داشته باشن کنار دریای مدیترانه. از این حرفایی که میزنن گول میدن مردم ایرانو، این چون اکثر مردم مطالب اون صورتی که باید داشته باشن ندارن، نمیدونن که این چقدر میتونه این حرفا ضربه بزنه به یک کشور. این حرفا ضربهشو زده در جنگ جهانی دوم، نازی ها چقدر ضربه زدن به آلمان، کشور آلمان. هنوز هستن کسی، من صحبت میکردم بعضی جوانایی که در ایران فکر میکنن که نه نازی ها خیلی خدمت بزرگی کردن، گفتم نه، با همین حرفا قسمت های زیادی از آلمان جدا شد، الان تو لهستانه. قسمت های دربه بزرگی زدن اینا، تا ده ها سال بعد از اون داشتن غرامت میدادن به کشورهای دیگه به خاطر حضوری که داشتن توی کشور، حضور نظامی، جنایت هایی که کردن. یه تاریخ سیاه. الان در کل دنیا حدود 20 کشور داریم که خیلی راحت میشه سرچ کرد که اینا اوورسیز میلیتری بیس دارن. اینایی که ایران یکی از اون 20 است، یکی از اون 20 است. البته یک کشور اتمی خواهرشون هستن، یه سری کشور هستن یه بیس های کوچیکی دارن. حالا ایران هم همینطور، یعنی هزینه میکنه در خارج از مرزها، هزینه های نظامی. اگر شما تاریخ این مسئله رو بدونید، بدونید که چقدر گرونه این مسئله، چقدر هزینه داره. علت انقلاب کبیر فرانسه این بود که فرانسوی ها کمک میکردن به آمریکایی‌ها برای انقلابشون، خب داشتن هزینه میکردن. این باعث شد که اینقدر دولت فرانسه ضعیف شد که سقوط کرد در اثر انقلاب فرانسه. روزها شوروی سابق توی افغانستان، یکی از دلایلش این بود هزینه‌های نظامی بسیار زیادی که در افغانستان انجام شد باعث تسریع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. حالا ما ایرانی ها نمیخوایم اینطوری بشه. اون ایرانی هایی که میفهمن، میدونن، خوندن، ای آقای امید دانا هیچ سواد کلاسیک نداره، سواد غیر کلاسیک هم نداره. من فکر نمی کنم ایشون کتاب خونده باشه، با دور تون میخونه. خودش میگه حتی یه فیلمی هم که نگاه کرده با دور تون نگاه میکنه، خودش اینطوری میگه. این هرگز یه کتابی رو از اول تا آخر نشسته که بخونه. و اینا رو نمیدونین معلوم نیست، خودش داره میگه، خودش داره. من دارم میبینم این ظواهرش، کسایی که مطالعه کرده باشن، کسایی که مطالعه کرده باشن اون شکلی صحبت نمی کنن. اینا میدونن اگه یه کسی برگشت به شما گفتش که نازی ها به آلمان خدمت کردن، حتما مطالعه نکرده، اومده تو تاکسی حرفای نونو شنیده. شما من خودم با دور تون ویدیو نگاه میکنم، خیلی بهتر بیشتر کانتنت میگرم جوری. اگه عادت کنین میتونین دور تون، خیلی روش خوبیه. دور خیلی تون شما نمیشنوید، چطوری صدا رو میتونه بشنوید؟ من انقدر عادت کردم به دور تون که اصلا نمیتونم بشنوم وقتی با دور عادی باشه. خب اگر که میشنوید، اگر متوجه میشید، خیلی هم دمتون گرم. مسئله اینی که شما متوجه بشید. من دارم میگم شما اگه یه فیلم سینمایی بخواید ببینید، یه راجبه فیلم سینمایی بود، شما اینو باید با همون دور نرمال
و معمول اینو ببینید این فیلمو که بتونید راجبش ازش لذت ببرید. اگه فیلم خوبی نیست خب من 5 دقیقه بیشتر نگاه نمی کنم، 10 دقیقه ببینم خوب نیست. ولی یه چیزی هستش، مسئله ای که من میخواستم به شما بگم، خیلی عذر میخوام، من دوباره اومدم اینجا. یه آخونده یه اصطلاحی دارن میگن اثبات شی نفی معدا نیست. خیلی جمله جالبیه، معنیش اینه که اگر ما ثابت کردیم که یه چیزی درسته، به این معنا نیستش که چیزای دیگه درست نیست، یا برعکس اگر ما ثابت کردیم که یه چیزی درست نیست، به این معنا نیستش که چیزای دیگه درسته. میگن اثبات شی نفی معدا نیست. یعنی آقا ما اگه گفتیم یه چیزی در ایران اشتباهه، میان میگم اگه آمریکا خوبه، آقا این چه استدلالیه، تو ایران غلطه، اگر تو آمریکا هم هست غلطه. این که کاملا درسته. اگه فکر میکنن که شما آقای آرمین نوابی مدافع سرسخت آمریکا هستید در هر زمینه، اشتباه میکنن. تو آمریکا هم خیلی مسائل نادرستی وجود داره. درست راین جان، ولی این حرفی که میزنی که مثلا هیچ کشوری نباید، نمیدونم، آیا تو میگی هیچ کشوری نباید خارج از مرز خودش سرمایه گذاری کنه؟ من نگفتم، من میگم که اگر ما میخوایم که آدم ناسیونالیستی هستیم، اگه خیلی وطن پرستیم، دوست داریم کشورمون رو، راهش این نیستش که مثل راه مثلا که صدام انجام بدیم. صدام این وزیر تبلیغاتش میگفتش که ما آمریکایی‌ها رو دفن میکنیم در همین بغداد، در صورتی که همونجا بودن آمریکایی‌ها. ببین اولا من خودم ناسیونالیست نیستم، خب یکی این یکی، ولی بگم که من فکر کنم کشور را این که کشورهایی که خارج از مرزشون میان فعالیت میکنن به طور نظامی، این به خودی خودش بد یا خوب نیست، بستگی داره که چه کاری دارن میکنن، با اجازه چه کسی و به چه دلیلی. خب من میخوام بگم هزینهش بالاست، هزینهش باز از موقع ممکنه بالا باشه اگه کسی کاری نکنه. خب مثلا هزینه این که مثلا آمریکا بذاره توی مثلا کشور چین بیاد زورگویی بکنه به ویتنام و فیلیپین و تایلند و ژاپن و کره جنوبی تو دریاهای اونجا و بیاد تمام راه‌های آبی اونجا رو به طور شکل بگیره و اون کشوری توی اون منطقه که دوستای کشور آمریکا هستن و از آمریکا کمک بخوام بکنن که مثلا چین نیاد زورگویی بکنه و تمام این منطقه رو چین ببنده، خب آمریکا اگه بیاد اونجا سرمایه گذاری نکنه از نظامی و از دوستای خودش تو منطقه دفاع نکنه، هزینه این کار رو نکردن تو اون موقع برای آمریکا و برای مردم آمریکا بیشتر خواهد بود. کاملا موافقم. کاملا موافقم. بستگی به شرایطش داره. ببین خیلی یه سری کارهایی هم هست هستم انسان دوستانه. خب مثلا فرض کنین که توی فیلیپین اگه سیل بیاد، خب دولت آمریکا مثلا اگه ارتشش رو بفرسته که بیاد کارهای بشر دوستانه بکنه بیشتر از هر کشوری، اگه از خود مردم آمریکا بپرسین، افتخار ممکنه بکنن که کشورشون اولین کشوری بوده که اونجا بوده که کمک کرده و بیشتر از هر کشور هم کمک کرده. البته خب همین دولت آمریکا خیلی شدید کاری هم کرده که به شدت، یعنی صفر و یک نیست که بگیم که آمریکا کاری که داره میکنه خوبه یا بده. آمریکا به شدت کاری کرده که به شدت ظالمانه بوده و اصلا از خیلی کشورهای دیگه به شدت ظلم بیشتری کرده توی یه سری منطقه. خب مثلا تو همون کمبودیا کاری که آمریکا کرده چقدر وحشتناک بوده، چقدر. ولی خیلی مسائل دیگه هم داریم که آمریکا کاری کرده که از هر کشوری بهتر بوده از لحاظ بشردوستانه. خب من نمیتونیم بگیم آمریکا خوب بد، خب یعنی که دولت اسرائیل خوب بد. ما باید تک تک هر کدوم از این کارا رو به طور جداگانه با قضاوت بکنیم، هر کدومش مستقل از کارهای دیگه. کاملا درسته. آمریکا کاری که میکنه، کاری که میکنه کاملا معقوله در راستای منافع ملی آمریکا. البته گاهی اوقات هم کارش درست نیست و در راستای منافع ملی آمریکا به نظر من نیست. اینه که فرض کنی به اسرائیل روز 15 میلیون دلار کمک کنه آمریکا، الان فکر کنم در 20 میلیون دلار هم شده در روز اگر هزینه حسابش کنیم در روز چقدر میشه، این به نظرم در راستای منافع ملی آمریکا نیست، باعث این همه مشکلات برای آمریکایی‌ها و چه آمریکا بین این همه کشورهای عربی بشه و نفی به نظرم نمیبره از این مسئله. ولی خب
من میخوام بگم که کلن حضور آمریکا در جاهایی مثل اینکه شما گفتید در چه به جنری کره در دریای چین، این باعث صلح شده اونجا. اگر آمریکایی نبودن الان کره جنوبی نابود شده بود توسط شمالی های کره، باعث صلح شده، باعث امنیت شده. و این درسته، اگر نباشه آمریکا جاشو روسا میگیرن تو هر جای دنیا که اگر آمریکا بکشه عقب. اینه که کاملا درسته. اما مسئله پوینت قضیه من اینه، برای کشوری مثل ایران این کار درست نیست. سرمایه گذاری های بسیار زیاد برای مسائل نظامی در دور از مرزهای ایران هر جایی که بخواد باشه، چه تو ونزوئلا باشه چه تو یمن باشه، به خاطر اینکه اقتصادش نمیتونه، کشش نداره که این کارها رو بخواد انجام بده. اینه که میگن یک کشور عادی باشیم. آره، من کاملا قبول دارم ایران بخواد بشینه تو مرزهای خودش، حمایت کنه از مردم خودش و اقتصادش رو بخواد یه سرسامونی بده. مثل اینه که الان شما فکر کنید که مثلا یک کشور مثل قزاقستان اون بیاد توی شاخ آفریقا بخواد که پایگاه نظامی بدن، چه منفعت ملی برش داره بجز ماجراجویی اون شخص؟ خب ماجراجوییه. آره، یعنی ببین، من حتی اگه مثلا ایران اگه مثلا فرض کنه یه دولتی داشت که میخواست مثلا بیاد توی عراق و سوریه و لبنان و اینا فعالیت کنه، خیلی فعالیت هایی میتونست بکنه که واقعا به نفع مردم ایران میتونه خیلی به شدت میتونست بکنه. مثلا فرض کنه که یه سری شرکت های توریستی، تبلیغاتی توریستی مثلا میکرد توی عراق برای مردم عراق که بیان ایران رو ببینین، پکیج های توریستی دولت میامه مثلا اینا رو میساخت، به جای مثلا اون همه مدرسه های مثلا حوزوی که داره، مثلا مدرسه های دینی که داره توی عراق و سوریه رو نمیسازه، میامد بیشتر این کارا رو میکرد. خب یا یعنی اینکه به جای اینکه، یعنی حتی اگر هم فرض کنین که حتی اگر از لحاظ نظامی، خب مثلا فرض کنین که ایران مثلا یه دولتی داشت که میگفتش که با دولت عراق میاد میگفتش که ببینید من برای شما از ارتش خودم استفاده میکنم برای امنیت، خب ولی تو بدونین که مثلا این کارای مثلا بیا تو سیاست عراق بخواد دخالت کنه. یعنی ببینید مثلا مردم عراق الان از این خسته شده که ایران اصلا میخواد بیاد بشینه توی دولت عراق، یعنی دست داشته باشه تو دولت عراق به خاطر کارهایی که نظامی کرده. خب این امتیاز رو از دولت عراق میخواد به خاطر مثلا کارهای نظامی که برای دفاع از داعش کرده. خب ولی مثلا یه دولتی که مثلا انقدر ایدئولوژیک نبود و بیشتر به فکر مردم خودش بود به جای امپراتوری سازی یا تبلیغ ایدئولوژیکی، میومد مثلا میگفتش که من که مجانی که من باید یه مردم، به خاطر اینکه دارم از مالیات مردم ایران استفاده میکنم برای دفاع دولت عراق از داعش، یه چیزی باید پس بگیرم که به نفع مردم خود ایران باشه. مثلا میاد من میگفتش که یه قرارداد مثلا شما به خاطر این کاری که داریم می‌کنیم ما امضا کنیم که مثلا اینو از ما بخرید اون از ما بخرید، ولی از سیاسی ما دخالت نباید، یعنی حتی نباید بیایم دخالت بکنیم تو دولت شما. یعنی اینقدر الان مردم عراق اینقدر خسته شدن از دخالت مردم ایران، خب مردم عراق حق دارن، خب از دولت ایران که اینقدر بالاخره هر چقدرم از نظامی از این کشور دولت دفاع بکنیم، معنیش این نیست که حالا این کشور سیاستش شده مال شما، یعنی شما باید بذارین این کشور مستقل کار خودش ایجاد نبرد میکنه بین عراقی ها. بله و این کارایی هم، و ببینید اگرم مثلا من ارتش مثلا ارتشای مثلا فرض کنین که گروه های ارتشای سپاه و اینا رو دولت ایران فرستاده توی عراق که مثلا از مردم عراق در برابر داعش دفاع کنه، خب اگه من مردم یکی از سربازای کشور من به این سونیا حمله کرد چیزی کرد، من باید به طور علنی بیام دادگاه. من اگه مثلا تو دولت مثلا یه دولت ایرانی دولت خوبی بود، خب من مثلا من نمیگم نیا دخالت کن، بیا با اجازه اون دولت دخالت کن، دفاع بکن و به مردم خودت هم نشون بده که خب این بالاخره همسایه ماست، امنیت تو این کشور برای کشور ما مهمه. ولی خب مثلا بگیم سربازای ما ظلم کردن به یه سری سنیای عراق
ما میایم به طور علنی دادگاه تشکیل میدیم که به مردم عراق نشون بدیم که ما اصلا این چیزا رو شوخی نمیگیریم. اگه کسی به شما ظلم بکنه ما اینا رو مثلا به شدت تنبیه میکنیم، اینا رو مثلا قبول نداریم. به مردم کشور خودم نشون بدیم که مثلا ببینید ما دفاع کردیم ولی تو سیاست این کشور ما دخالت نمیکنیم، حقم نداریم دخالت بکنیم. این قراردادها هم که مثلا فلان قرارداد و فلان قرارداد و فلان قراردادم که از دولت عراق گرفتیم در جواب دفاع ما از این از مردم این کشور بوده و این اینقدر کار باعث مردم ایران شده و اینقدر مثلا باعث شده ما بتونیم واردات بیاریم برای دولت عراق و به این دلیل به نفع مردم ایران شده و از لحاظ امنیتی هم به نفع ما شده، برای اینکه اگه همسایه ما خیلی مثلا توش جنگ باشه به ضرر ایرانه. یعنی من نمیگم دخالت نکنه خب، ولی دخالت داریم تا دخالت نمیشه، همکاری نکنه توی دقیقا فرقش اینه، دخالت یا همکاری. خب یعنی یک کشور خیلی میتونه خارج از مرز خودش فعال باشه، ولی آیا این به شکل دخالته یا به شکل همکاریه؟ آیا و آیا تو داری به طور خوب به طور خیلی واضحی هم به مردم اون کشور و هم به مردم کشور خودت نشون میدی که این چجوری سودسوده برای همه مردم؟ خب یعنی دولت ما خودمون میدونیم که جمهوری اسلامی وقتی این فعالیت رو میکنه به خاطر مردم ایران نیست، این میخواد یه امپراتوری داره چی میگن اکسپورت چی میشه صادرات انقلاب اسلامی میکنه. یعنی هدف جمهوری اسلامی از دخالت توی کشور خارج از ایران هیچ کدوم از این چیزایی که من گفتم نیست، خودشون میگن. یعنی ما اصلا این تهمت نیست، خودشون تبلیغ میکنن که دارن صادرات انقلاب اسلامی رو میکنن. خب معلومه دیگه، ما دیگه حس لازم نیست بزنیم. کسایی که میگن این به نفع ما شده دیگه حرف خودشون، حرف ما رو باور نمیکنین، حرف خود جمهوری اسلامی رو گوش کنین. این کاملا مشخصه که آیندهش چیه، به شکست منجر میشه. حتی برای کشوری مثل آمریکا با 700 بیلیون دلار بودجه نظامی، حتی اونا هم نمیتونه همچی کاری کنن، هرگز نمیتونن تا همیشه تو عراق و تو یمن ببونن. ایران که هرگز ببین اینا نمیخواد. ببین کار آمریکا هم البته سخته، به خاطر اینکه نگاه کنین آمریکا اگه شما فرض کنین خودتون بذارین جای دولت آمریکا، خب شما تنگه هرمز رو نگاه کنین، اگه کاملا کنترلش از دست شما بره بیفته جمهوری اسلامی، چقدر اقتصاد جهان و دولت جمهوری اسلامی میتونه کنترل بکنه. خب یعنی این دولت آمریکا خودش خیلی میخواد که تو خاورمیانه نقشش کمتر بشه، برای که الانم جو بایدن خیلی نگران چینه. یعنی میخواد یه جوری خاورمیانه رو بذاره در دست اسرائیل و عربستان و سعودی و ترکیه، بره خودش فوکس بذاره روی، یعنی تمرکز کنه روی روسیه و چین، ولی نمیتونه، برای اینکه خودش هم اگه از خاورمیانه بیاد بیرون چین بیشتر میاد خودش رو توی خاورمیانه پررنگتر میکنه، وقت آمریکا مجبور برگرده به خاورمیانه. خب یکی این، یکی خود جمهوری اسلامی. بالاخره عربستان سعودی انقدر کشور مسخره و ضعیفی هست که نمیتونه تنگه هرمز کاملا کنترلش از دست میده بدون کمک دولت آمریکا، و کنترل هم این منطقه رو از دست دادن از لحاظ انرژی، از لحاظ امنیت انرژی برای تمام جهان خیلی هزینه گنده‌ای میشه. یعنی خب ما میگیم که آمریکا باید به فکر مردم خودش باشه، انقدر دخالت نکنه توی منطقه. خب اگه کنترل این تنگه رو اگه دولت آمریکا از دست بده، امنیت انرژی هم مردم خودش هم کشوری خود کل کشوری دیگه از بین میره. خب کاملا درسته، و دست نمیده، دست نخواهد داد. و ایرانی ها هر چقدر جمهوری اسلامی توی عرض این 35 سال گذشته یا 40 سال گذشته راجب تنگه هرمز صحبت کرده، هرگز هم هیچ کاری نتونستن انجام بدن، هیچ وقت نتونستن ببندن اونجا رو، و فقط این بلاف زدن. آره ولی خب بیشتر میتونن اگه دولت آمریکا از اونجا بره. ببین تنها راهش برای دولت، به نظر من برای جهان و دولت آمریکا و بقیه دنیای متمدن، فقط راهش اینه که از نفت خودشون رو نجات بدن. یعنی این تکنولوژی منبع انرژی های سبز باید به شدت سریع رشد بکنه. این واقعا باعث میشه از لحاظ این همه پولایی که میره به این حکومت های
شر هم عربستان سعودی تو عربستان سعودی هم جمهوری اسلامی این واقعا باید تموم بشه. این باعث میشه که خیلی بیشتر از اینا میره تو چی به این شرکت های نفتی. البته میدونید این دلایلش همینه. دهه 1960 تو 60s ماشین های الکتریکی بوده، شاید سخت بشه باور کرد اون زمان پروژه های ماشین های الکتریکی بوده، هیچ وقت نتونسته پیشرفت کنه تا زمانی که تسلا اومد این کار انجام داد، ایلان ماسک این کار انجام داد و این خیلی زودتر از این میشد که از این نفت ما رها بشیم. یعنی شرکت نفتی میدونه خیلی قدرت دارن تو آمریکا، خیلی پول میسازن، حتی پولی که عربستان سعودی داره تو آمریکا سرمایه گذاری میشه و این خیلی خوبه. این بیزنس نفتی هنوز هم خوبه. آره ولی من فکر کنم توی ما توی همین نسل خودمون خواهیم دید که یه شیفت خیلی بزرگی. امیدوارم حداقل به خاطر مسائل محیط زیستی. من خیلی خیلی ممنونم آقای آرمین به خاطر این وقتی که دادی. من واقعا لذت بردم از این زمان. من بعد از این بیشتر شما رو دنبال میکنم توی یوتیوب. ممنونم از شما. ممنون از وقت شما. خیلی خوب، اینم برنامه امروز خوش گذشت. ممنون از همه کسایی که وقت گذاشتن. ما دیگه 2 ساعت موندیم تو لایو چت هم ببینم چیزی رو هایلایت کنم. مرسی از کسایی که سوپر چت رو استفاده کردن، واقعا ممنون از حمایت شما. دیگه خیلی خوب، من دیگه دوباره من سعی میکنم این برنامه های گفتگو رو بیشتر کنم که بیشتر بیان شما بالا. ساعت های دیگه هم خواهم گذاشت. آره دیگه، ممنون. کامنت بذارین اگه پیشنهادی دارین بعد از اینکه این لایف استریم تموم شد. تو همین پایین کامنت بذارین که بگین که چه چیزایی دیگه رو میخواین هایلایت بکنین، یا چه ساعتهایی بیان بالا، یا لینک ویدیوهایی رو که میخواین من ریویو بکنم و تو همین پایین قسمت کامنت سکشن بذارین. مرسی، میگه دمت گرم آرمین. مرسی. خیلی فعلا تا برنامه دیگه. ابلیس حافظ همه شما.